برابری زن و مرد یکی از مهمترین خواستهای مردم و مقامت ایران از دیرواز و به خصوص در دوران حاکمیت زن ستیز ولایت فقیه بوده هرچند که روز گذشته خامنه ای ولی فقیه رژیم در یک چرخش مداری مسخک و مسخره و زیر فشار قیام مردم ایران از بعضی از ادعاهای سریح زن ستیزانش به طور نمایشی و ظاهری کوتاه آمد اما در این حال باز هم با عنوان نقش های متفاوت بر ادامه نابرابری تاکید کرد فارغ از دعاوی رژیم آخوندی در برنامه امروز میخوایم به موضوع برابری زن و مرد که از اساسی ترین خواست های مقاومت ایرانه گفتگویی داشته باشیم با خانم زینب شادباش خانم شادباش سلام به شما و خوش اومدین به این برنامه سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامهتون و خیلی ممنونم از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردین در خدمت شما هستم بفرم خواهش میکنم درود بشم خانم شاد باش سوال اولم اینه که در مورد برابری زن و مرد شما نگاه مجاهدین و مقامت ایران رو چطور میبینید و تجربه شخص خودتون در این رابطه چی هست بله در رابطه با بحث برابری و آزادی زن و مرد در سازمان مجاهدین فکر نمی کنم موضوعی باشه که برای کسی پوشیده باشه که امر برابری توی این مقاومت به واقع در عمل اثبات شده چرا که هر ایده ای اگه بخواد به واقعیت و حقیقت خودش نشون بده باید دید که تو عمل چطور داره پیاده میشه مثل هر آزمایش علمی که میتونه در ابتدا تئوری باشه ولی خب تو عمل وقتی به بوته آزمایش گذاشته میشه هست که میشه تعیین کرد آیا این واقعی هست یا نیست همین الان اگر به مقاومت ایران نگاه بکنین از ده ماده خانم, رجع، خانم رجوی گرفته تا تمام سطح عملی و اجرایی و اختیارات و مسئولیت که در این مقاومت به زنان سپرده شده میتونیم این حقیقت رو ببینیم مشخصا توی ده ماده خانم بحث برابری به طور عملی در قوانین چه از لحاظ اقتصادی چه از, لح... چه از لحاظ برابری در خانواده چه از لحاظ برابری سیاسی و شرکت زنان در امر رهبری به تصویب رسیده و مکتوب شده و به عنوان یک ماده وجود داره و از اون طرف به طور عملی در مقاومت ایران بسا بسا فراتر از حتی اون ده ماده ای با یک میزان تبعیض مثبت برای زنان این در عمل به اجرا رسیده همونطور که الان همه شاهد هستیم مشخصا در طی تمامی این سالیان در تمام فراز و نشیب ها با تمام سختی ها و تمام صحبتی که وجود داشت این زنان بودند که رهبری این جنبش رو به دست داشتن من خودم شاهد صحنه هاش بودم حضور زنان در پهنه مبارزاتی کار ساده ای نیست کاری نیست که همین الان ما بتونیم نمونش رو همچون چیزی که در مقاومت ایران وجود داره در هیچ کشوری پیدا کنیم این رو هر کسی که یک انسان منطقی باشه و دست در آتش مبارزه حتی اندکی داشته باشه به خوبی میفهمه که برای وارد کردن زنان به پهنه مبارزه چقدر مراحل ریز بریز گام به گام و قیمتهای ذره به ذره باید پرداخته بشه چرا که در طول تاریخ اونقدر در جلوی زنان موانع موانع ذهنی تا موانع عملی چیده شده که این زن در ابتدا اول به خودش ناباور بشه و بعد هم امکان وارد شدن به پهنه مبارزه رو پیدا نکنه ولی خب همین الان در مقاومت ایران به واقع میبینیم که قدم به قدم قیمت کنار زدن این موانع پرداخته میشه و اون پهنه باز میشه بالاترین پهنه مسئولیت در اختیار زنان قرار داده شده من خودم صحنه هاش یادمه چه در بد و ورودم به مقاومت ایران دیدن صحنه هایی از مسئولیت پذیری این زنان واقعا برام شگفت انگیز بود یک پهنه ای که در اختیار زنان گذاشته شده برای من خیلی واقعا شگفت انگیز بود دو میزان اثباتگری و میزان به واقع وارد شدن و قیمت دادن این زنان و نشون دادن در واقع کنار زدن دیوارهای ناباوری و نشون دادن اینکه زن و مرد میتونن برابر باشن و این به واقع توی مناسبات حاکم بر سازمان مجاهدین و مقاومت ایران در عمل به اثبات رسیده از تک به تک صحنه‌هایی که از بدو ورود هر زن در مبارزه باید رد بکنه تضادهایی که باید حل بکنه کنار گذاشتن خانواده انتخاب مسیر مبارزه تمام اون موانع ذهنی رو کنار بزنه تا بعد وارد مسیر مبارزه بشه و انتخاب بکنه پا به عرصه مسئولیت بذاره و از اون طرف تک به تک تضادهاش رو حل بکنه من یادم تو روزهای سخت اشرف و لیبرتی چطور واقعا سطح سرسل مراتب و فرماندهی مجاهدین و مقاومت ایران تضادهایی رو حل کرد که هر کسی و هر انسان منصفی باشه میتونه خودش قضاوت بکنه که به واقع همین الان در جوامع غربی حتی که ادعای دموکراسی رو دارن این میزان مسئولیت پذیری در اختیار زن گذاشته نمیشه و این میزان پهنه باز نیست و من به واقع میتونم شهادت بدم که هر زن مجاهد در تمام این مسیری که طی کرده تنها انگیزش در این مسیر مبارزه این بود که زنان ایران هم به این باور برسن که برای گرفتن حقشون برای به دست آوردن این آزادی باید قیمت داد باید موانع و کنار زد و به این ایمان برسن و به این باور برسن که حق گرفتنیه و باید ها به عرصه مبارزه گذاشت و همین امروز داریم الان ما در کف خیابون ها میبینیم که چطور به واقع زنان ایران با افتخار لیدری قیام رو به دست گرفتن و در واقع آستین بالا زدن کمان که از ابتداع دوران مبارزاتی همین زنان مقاومت این قیمت رو پرداختن که بیان تو صحنه و این آخوندها و این رژیم رو سرنگون کنن که این فرهنگ زن ستیزی کنار بره و الا که خب کسی تو سینی تلایی به ما آزادی رو تقدیم نمیکنه. بله شما خیلی خوب البته به صورت فشرده توضیح دادید پیشرفت هایی که زنان ایران در درون مقاومت ایران کسب کردن اما سوالی که الان پیش میاد اینه که خب خیلی هستن که ایده برابری رو مطرح میکنند و اونم قبول دارن اما در صحنه عمل اجتماعی شما چه تضمینی برای اجرایی شدن این ایده ها رو در آینده ایران در سطح کشوری 85 میلیونی میبینید؟ بله درست میگین این خیلی سوال به حقیه همین الان قطعا که خیلی از جوان حتی یا همچین سوالی تو ذهنشون باشه که خب خیلی ادعاها وجود داره و چطور میشه این ادعا ما به ازاش یک تضمینی وجود داشته باشه این خیلی سوال به حقیه من فکر میکنم خیلی منطقی باشه که ما در پاسخ به این سوال بگیم اگر هر ادعایی وجود داشته باشه باید ما به ازاش یک ماده عملی وجود داشته باشه و یا حداقل یک تعریفی شده باشه یا یک در واقع مانیفستی ارائه داده شده باشه همین الان مثلا ما دارین خودتو خیلی خوب اشاره کردین خامنه ای اومد یک سری ادعاها کرد چرا ما میگیم تو خالیه چون یک دونه قانون عوض نشده و اگر عوض بشه سرابهای این رژیم در واقع زیر سوال رفته چون تمام حکومتش بر مبنای سرکوب و بنیادگرایی و زنستیزی حاکمه به همین خاطر نمیتونه قوانین رو عوض بکنه اما خب ما اگر میخوایم تشخیص بدیم در عرصه سیاسی کدوم نیرو جدیه و کدوم نیرو هست که میشه بهش اعتماد و اتکا کرد باید نگاه کرد چه تضمینی داده ما چرا تاکید میکنیم رو ده ماده ی خانم رجبی چون تضمین همین موضوعه چون توش قانون به تصویب رسیده وقتی قانونی به تصویب رسیده شده باشه و اون اعلام بیرونی شده باشه این قطعا میتونه ماده عملی داشته باشه یک دو اشاره کردم تو سال قبلیتون ماده عملی اجرایی اون رو همین الان در مقاومت ایران ما داریم میبینیم وقتی قیمت ورود زنان به عرصه مبارزاتی پرداخت میشه عرصه ای که سخت ترین سهمگین ترین و به واقع سنگین ترین عرصه ای که یک زن میتونه توش قدم بذاره خب چنین مقاومتی وقتی این مسیر رو باز کرده آیا شکی شک درش میتونه باشه که پهنه و عرصه اجتماعی اقتصادی رو در آینده ایران برای زنان باز بکنه پس بنابراین در ماده عمل ما باید یک چیزی ببینیم کما اینکه در طی تمام این سالیان در مقاومت ایران که از 35 سال پیش این طرح شورای ملی مقاومت در مورد آزادی زنان وجود داشته ما همین رو داریم میبینیم و اگر کسی به هر جوون ایرانی به هر, هر کدوم از مردم ایران میخوان تصمیم بگیرن که اعتماد رو از کجا باید به دست آورد باید به تضمین نگاه بکنن که کما اینکه الان اشاره کردم تضمینش در مورد در واقع مقاومت ایران تو این ده ای وجود داره باید دید در برابر بر بقیه قوان در واقع نیروهایی که الان به اصطلاح در صحنه وجود دارن یا هر ای که آدم میشنوه در طول مسیر کدوم تضمین ارائه داده شده و همین این تو عمل آیا پیاده شده یا نشده فکر کنم جواب سوالتون داده بله خیلی ممنون مثلا به غیر از طرحها و برنامه ها تضمین واقعی هم تو که گفتید خون رنج و خلاصه مبارزات یک مقاومت خونچکانه که بسیاری از شهدای اون رو زنان مجاهد و مبارز تشکیل میدن خیلی ممنون از توضیحات شما و حضورتون تو این برنامه و گفتگوی که داشتیم منم ممنونم از شما که به من چنین فرصتی رو دادین که در خدمت شما و بینندگان عزیزم باشم خواهش با خیلی درست. ممنون از خودتون